الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برادران وخواهران عزيز در اسلام ما شما را خوش آمدید میگم به سلام اسلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوع امروزی اشتباهات ساینسی در بایبل و این ویدیوها را اختصاص دادیم، یعنی ویدیوهای اختصاصی است که صرف در 5 دقیقه ما باید در ارتباط بایبل صحبت کنیم و موضوعاتی که بایبل با ساینس مخالف است یا موافق است ما موضوعات باید به پیشکش شما تقدیم کنیم. امروز ما یک موضوع داغ را انتخاب کردیم که در ارتباط زمین، بیاین ببینیم در ارتباط زمین بایبل بر ما چی میگه. آیا زمین از بین میره و یا در آخر به شکل که است امو شکل میمانه؟ یعنی وقت قیامت میشه آیا بایبل چی میگه؟ که زمین از بین میره و یا با حالت خود میمانه؟ وقت ما رجوع میکنیم به یکی از کتابهای عهد عتیق به نام کتاب مزامیر چپتر 78 آیت 69. وقتی ما اینجا را میخوانیم بر ما میگه که زمین به حالت خود باقی میمانه، یعنی وقتی که آخر زمان میشه دنیا به پایان خود میرسه و قیامت میشه زمین چی میشه؟ به حالت خود باقی میمانه. و همیگه پس تکرار میکنه در یکی از کتابهای دیگه عهد عتیق به نام کتاب جامعه. در اونجا در چپتر اولش میگه آیت 4 اینن گپه. چپتر اولش آیت 4 بر ما میگه که زمین به حالت خود میمانه، یعنی زمین خراب نمیشه، به حالت خود میمانه. وقتی که قیامت میشه گفتیم یا وقتی آخر زمان میشه زمین چی میشه؟ به حالت خود میمانه. اما متاسفانه وقتی که ما پس رجوع کنیم به مو کتاب مزامیر، چون کتاب مزامیر دارای 150 چپتر است، وقتی ما رجوع کنیم به چپتر 78ش نه بلکه به چپتر 102، وقتی در چپتر 102 میریم آیت 25 الی 26ش بر ما میگه که نخیر، در آخر زمان زمین چی میشه؟ از بین میره، فنا میشه، فانی میشه. و امیگه با پس در کتاب از کتابهای عهد جدید به نام نامه به عبرانیان در او کتاب در چپتر اولش آیت 10 الی 11 بر ما تکرار میکنه و در اونجا هم میگه که نخیر، زمین چی میشه؟ فنا میشه یا فانی میشه. در اینجا تضاد است. چپتر 78 مزامیر آیت 69 گفت که زمین با حالت خود میمانه، همچنان چپتر اول کتاب جامعه آیت 4ش گفت که زمین به حالت خود میمانه، اما مزامیر 102 چپتر 102 یعنی آیت 25 الی 26 میگه که زمین از بین میره. و همین گپا کتاب نامه به عبرانیان عهد جدید هم میگه، چپتر اول آیت 10 الی 11. ای امکان نداره، یا زمین از بین میره یا به حالت خود میمانه. پس در اینجا یک اشتباه بسیار کلان ساینسی است که امی کسایی که کتاب بایبل نوشته کرده بودند، چون 150 چپتر کتاب مزامیر است، طبعا یک کسی که نوشته کرده باشه و او از طرف الله وحی نشده باشه، در اینجا از پیش اشتباه شده که در 78-69 گفته که از بین نمیره، 102-25-26 گفته که بالات خود میمانه. و چند کتاب پیشتر اشخاص افراد دیگه نوشته کرده، اونا هم یکیشان یک نظر داره و دیگیشان نظر دیگی را داره. قسم که ما گفته بودم 5 دقیقه، اما به نظرم از 5 دقیقه طول میکشه، به خاطر که بعض کسا شاید فکر کنن که من آیات را میخوانم، چون اونا خودشان تحقیق نمیکنن، وقتی که میبینن دفعتا اونا تصمیم میگیرن و میگن شاید بایبل خودش نوشته کرده باشه، این بایبل را که میخوانه شاید درست نگویه، آیاتی که در اینجا است اونا رو تغییر بده، به شکل دیگه بر ما بیان کنه. من امروز
یک کتاب بله، دیگه کتاب و چهار کتاب شه مورد مطالعه قرار میدیم. ببینیم که دمی هر چهار کتاب سخنای را که ما براتون گفتم، چپترای را گفتم، ببینیم چی نوشته کرده. در قسمت اول میریم در کتاب مزامیر چپتر چند؟ 78 آیت 69 میخوانمش بر شما. و قدس خود را مثل کوههای بلند بنا کرد، مثل جهان که آن را تا ابدالابد بنیاد نهاد. مثل جهان که آن را تا ابدالابد بنیاد نهاد. یعنی در اینجا مزامیر بر ما گفت که جهان زمین از بین نمیره. و امیگه پا در کجا تکرار میکنه؟ باز بر ما در کتاب جامعه چپتر اول آیت 4ش. یک طبقه میروند و طبقه دیگر میآیند و زمین تا به ابد پایدار میماند. همون جهان که جهان میگه منظورش از زمین است، و زمین تا به ابد پایدار میماند. اما در مزامیر 102 آیت 25 الی 26 بر ما چی میگه؟ از قدیم بنیاد زمین را نهادی و آسمان ها عمل دست های تو است. آنها فانی میشوند. اینجا میگه که فانی میشوند، از بین میروند، لیکن تو باقی هستی الی آخر آیتش. و امیگه پا چی میکنند؟ در کتاب رساله به عبرانیان چپتر اول آیت 10 الی 11 تکرار میکنه و نیز میگوید تو ای خداوند در ابتدا زمین را بنا کردی و افلاک مصنوعه دستهای تو است، آنها فانی لکن تو باقی هستی. یعنی در دو جای میگه که زمین از بین میره و در دو جای میگه که زمین به حالت خود میمانه. بیاین ببینیم در دیگه کتاب بایبل دی چی نوشته است. کتاب بایبل بازم عهد عتیق عهد جدید، ببینیم در اینجا چی نوشته است. امو قسمت مزامیر رو بر شما میخوانم. 78-69 و قدس خود را مثل کوههای بلند بنا کرد، مثل جهان که آن را تا ابدالابد بنیاد نهاد. امو گپ ورژن دیگه بایبل، یعنی این دو ورژن است. یکیش از ما بر شما نشان بتم، عهد عتیق عهد جدید، و ای دیگه شما است عهد عتیق و عهد جدید که از زبانهای اصلی عبرانی و گلدانی و یونانی ترجمه شده است. یک نوع ورژن و یک کتاب مقدس. این ورژن دیگه ای ما خودم نوشته نکردیم، من قدر وقت ندارم که دو بایبل به این زخامت نوشته کنم. کسایی که نوشته کردن ما جوابش میتن. و این ورژن شالم بر شما میخوانم. آیت چپتر 78 آیت 69 را بر شما خواندم. حالا میخوانم کتاب جامعه را چپتر اول آیت چندشه؟ آیت 4شه. یک طبقه میروند و طبقه دیگر میآیند و زمین تا ابدالابد پایدار میماند. ای هم گفت که پایدار میماند، مزامیرم 78-69 گفت که پایدار میماند. پس نال بیاین رجوع کنیم به مزامیر 102-25-26. یعنی 102 که منظور از چپتر است، 25-26 از آیتش است. ساده میسازم شم. خب در اینجا چی میگه 25-26 بر ما؟ از قدیم بنیاد زمین را نهادی و آسمان ها عمل دستهای تو است. آنها فانی میشوند لیکن تو باقی هستی. اینجا گفت که باقی است. در ابتدا گفت که از بین میره، اما در اینجا گفت که باقی است. همین گپ پس میریم در رساله به عبرانیان چپتر اول آیت 10 الی 11. ایره برتان میخوانم از این ورژن دیگه پیشم است. آیت 10 الی 11 و نیز میگوید تو ای خداوند در ابتدا زمین را بنا کردی و افلاک مصنوعه دستهای توست. آنها فانی لکن تو باقی هستی. آنها فانی لکن تو باقی هستی. بعض کسا شاید بگه بیاینی فارسی نمیشه که تومت کنن یک انسان بسیار زیاد قلبش یعنی تاریک باشه، حقیقت هیچ وقت قبول نکنه، همیشه وقت چشم خدا پت کنه و قضاوت کنه، بگه که این کتاب ها رو همین دو بایبل ما نوشته کردیم. ما همین دو بایبل نوشته کردیم. بین میریم در یک کتاب که ما از طرف برادرای جهوا ویتنسز یا شاهدان یهوه برای ما تو توفه دادن.
یعنی کار نیک کردن، اگر می فهمیدن که من بیبل سرشی رقم تحقیق میکنم هرگز برم توفه نمیدادن. خب ببینیم که در اینجا چی نوشته است، به انگلیسی بر شما می خوانم. شا میریم در قسمت اولش که گفتم بر شما از کتاب مزامیر یا کتاب سالمز به انگلیسی برش میگن. اینجا بر شما سالمز می خوانم 78-69 کتابه که جهوه و ویتنسس 78-69 کسایی که انگلیسی می فهمن این به انگلیسی گوش کنین. And he began to build his sanctuary just like the heights, like the earth that he has founded to time indefinite. یعنی مثل زمین که پیداش کرد indefinite یعنی تا ابدالابد. امی گپا در کتاب کجا؟ در دیگه کتابش باز بر ما تکرار میکنه. یک کتاب دیگهش که به فارسی به نام چی میگنشه؟ به نام جامعه. در اینجا در کجا؟ چپتر اولش آیت چند چارش بود. A generation is going and a generation is coming. But the earth is standing even to time indefinite. ایجا هم گفت که زمین تا ابدالابد چی میشه؟ پایدار میمونه. اما دمو مزامیر یا سالمز چپتر 102 آیت 25 و 26 امی کتاب ببینین او چی میگه. Long ago you laid the foundation of the earth itself, and the heavens are the work of your hand. They themselves will perish. Perish یعنی از بین میره. They themselves will perish. کسی که انگلیسی میفهمن میفهمن. Long ago you laid the foundation of the earth itself, and the heavens are the work of your hand. Your hands. They themselves will perish, but you yourself will keep standing. ایجا بر ما گفت که چی میشه؟ او دو آیت را خواندم از دو کتاب مختلف، دو چپتر مختلف، گفتن که چی میشه؟ از بین میره. اما ایجا گفت که تا ابد میمونه. اما ایجا گفت که perish. The earth will perish. یعنی زمین از بین میره. پس اگر رجوع کنیم به کتاب مزامیر بود، کتاب هبرو چپتر اولش، هبروس چپتر اولش آیت چند؟ آیت 10-11. And you at the beginning, O Lord, laid the foundation of the earth itself, and the heavens are the works of your hands. امی یک چیز میگه توی قسمت، اما دینجا they themselves will perish. اونا از بین میرن. این ورژن جهوه ویتنسز بود که اونا هیچ وقت نمیگن هولی بایبل، اونا همیشه میگن که هولی بایبل نمیگن، میگن که اسکریپچر. شما ببینید نوشته است که اسکریپچر. و یک ترجمه دیگه که به نام کینگ جیمز ورژن که من امروز گفتم بر شما اگر نفس در قفس بود انشالله کینگ جیمز بر شما معرفی میکنم. و اینجا حالا ببینیم که در کینگ جیمز ورژن چی نوشته کردن. در کینگ جیمز ورژن میریم در سالمز چپتر چند؟ 78 آیت 69 ببینیم که کینگ جیمز چی نوشته کرده. 78-69 And he built his sanctuary like the heights, like the earth which he has established forever. King James بسیار یک ترجمه یعنی آسان و ساده و بسیار عام فهم است. جهوه ویتنسز که ترجمه کردن بسیار مغلق شدن، لغتای بسیار سخت استفاده کردن، اما کینگ جیمز بسیار آسان یعنی عام فهم است. هر انسانی که انگلیسی را بسیار کم هم بفهمه او میتونه که چی کنه؟ از این یعنی مفهومش بگیره. آیات را که میخوانه، خب اینجا براتون میخوانم. And he built his sanctuary like the heights, like the earth
which he has established forever, برای همیشه. پس اگه بریم امی گپ تکرار شده در کجا؟ در کتاب جامعه. شبتر اول آیت چند؟ آیت چارش. آیت چار میگه One generation passes away and another generation comes, but the earth abides forever. Abides forever یعنی برای همیشه میمانه. Abides forever. دو جای گفت که abides forever میکنه یعنی lasting forever میکنه برای همیشه میمانه. اما پس دمو مزامیر یا Psalms چپتر 102 وقت ما میریم در اونجا آیت 25 و 26 زیر مطالعه قرار میتیم میبینیم که در اونجا که به دیگه هسته آیت 25 الا 26 Psalms چپتر 102 گفتیم 150 چپتر داره این کتاب 102 25 و 26 Of old you laid the foundation of the earth and the heavens are the work of your hands. ای آیتش کلش یکی است. They will perish. They will perish. Perish یعنی از بین میره. یک و قسمت هبروس وقت ما میریم چپتر اول آیت 10 الی 11 ببینیم دیجه چی نشته کردن. دیجه هم میگه که زمین از بین میره. And you, Lord, in the beginning laid the foundation of the earth and the heavens are the work of your hands. They will perish. ای هم میگه که they will perish. شما ببینید من میره بر شما آیت چه بیخی نشان میتم. They will perish. یا خوبتر ایست که امی شما خودتان ببینید که امو لغتایشا امو قسمتایشا ما بر شما میخوانم بسیار ساده ما بر شما میگم این از چهار کتاب ما بر شما ایره کشیدم دو ورژن انگلیسی و دو ورژن دری که خدا نخواسته پیش کسی ایره قم فکر نکنه که ما ای الفاظ و ای چپترا و لغتای را که استفاده میکنم و ما ایره ثابت میسازم که یعنی بایبل دری قسمتی که دنیا در آخر از بین میره یا به حالت خود میمانه دینجا از خود جور میکنم نخیر نه تماما موضوعات را که در بایبل است او را ما بر شما قسمی که نوشته شده میخوانم در چپترهایی که است کتابایی که است ما کتابش بر شما میگم چپترش میگم آیتش میگم شما کورکورانه خودتان قضاوت نکنین بعضی برادرای عیسوی ما را شاید گنا رنجشان بتم یا اونا را دلشان آزرده بسازم اگر دلت از ایگه بازرده میشه دلت از ایگه رنج میبره برو خود تحقیق کن برو کتاب باز کو امروز اینترنت یعنی جهان به یک قصبه یک قریه کوچک تبدیل کرده برو ده هر انجینی که خودت میخوایی سرچ کنی میخوایی ده گوگل است ده یوتیوب است ده هر جایی که میخوایی برو یک کتاب بایبل اگر داری خوب ده خانه باز کو اگر نداری برات دانلودش کو همی آیاتی را که برات گفتیم ده اونجا سعی کو که آیا ما همی آیت ها را درست میخوانم یا خیر وقتی که تو اونا را نخواندی و نمیفهمی امو شکل چشم پت قبولشان کردی بنان یک کسی که بر تو را برملا میسازه و یک کسی که او را بر تو تشریح میکنه و تحقیق کرده سرش و او را واضح میسازه بر تو بنان انتقاد غلط هم نکو که بگوی نخیر نه مثلا شاید بعض کسا بگه که بایبل ما خودم نوشته کردیم یا شاید بعض کسا بگه که ما غلط میخوانمش در بایبلی شکل نوشته نیست یا بعض کسا هیچ نمیگه که غلط میخوانی یا راست میخوانی یا درست میخوانی اونا همه تو کورکورانه قضاوت میکنن شما برین خودتان بایبل بخوانین و ببینین قسمتهایی را که ما براتون گفتم آیا صحت داره یا خیر امی لکچر را باز ما براتون خلاصه میسازم کتاب مزامیر چپتر 78 آیت 69 میگه که زمین تا ابد باقی میمانه کتاب جامعه چپتر اول آیت 4 میگه که زمین تا ابد باقی میمانه کتاب مزامیر آیت 102 چپتر 102 بخشین آیت 25 تا 26 میگه که زمین داخل از بین میره کتاب نامه به عبرانیان چپتر اول آیت 10 الی 11 و او هم میگه که زمین داخل از بین میره اینا رو شما خوب فکر کنین و در این عمق موضوع برسین که یک کتاب که از طرف کسی که
زمین پیدا کرده، من و تو را پیدا کرده، یعنی الله سبحانه و تعالی وقتی که از طرف از او بیه چطور نمیفهمه علیه بالله که در یک جای یک گپ زده باشه و در جای دیگه گپ دیگه زده باشه. بنابراین ما میفهمیم که این موضوعات از این کتاب از طرف الله نیست، این موضوعات از این کتاب از طرف خود انسانایی بودن که به دست خود نوشته کردن و اونا را خاص به خاطر یک قسمت پولی که به دست بیارن یا مقام منزلتی که به دست بیارن او را درج کردن در این کتاب. بنان اشتباه شده و این اشتباه شما تعقیب نکنین. شما قسمی که عیسی علیه السلام بر شما میگه Seek the truth and the truth shall free you، شما حقیقت جستجو کنین و همین حقیقت شما را چی میکنه؟ نجات میده. و صحبت های خود اینجا اختتام میبخشم. ما گفتم که در 5 دقیقه شاید تمام شوه، اما در 5 دقیقه تمام نشد. انشاءالله در دور بعدی، چون این ویدیو رو ما تازه جور کردم، در دفعه بعدی انشاءالله میگیم که 5 دقیقه نه بلکه 25 دقیقه، که ما هم دروغگوی نشیم و شما هم خسته نشین که ما 5 دقیقه بگویم و 25 دقیقه دوام کنه. پس ما شما را به الله سبحان می سپارم. انتقادات، پیشنهادات سالمتانه شما بر ما روان کنین، میتونین از ذریع ایمیل بر ما روان کنین و یا میتونین در ویدیوهایی که در یوتیوب برادرای ما مندازن در زیر شما کامنتر بتین و نظراتتان بر ما بگوین تا ما به نظر خودتان و به ذوق و شوق خودتان ما برنامه ها رو جور کنیم و نظر به سوالاتتان که میشه بعض سوالات به شما باشه که تا هنوز حل نشده باشه، ما نظر به سوالات چی کنیم؟ لکچر های را تهیه بسازیم که هم بر شما مفید تمام شوه و هم برای از زی دیگه که ما را میبینن. اقول قولی هزا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.